آموزش از میز فود خوش اومدید. دوست دارید این پیراشکی های مزه خانگی رو درست کنید؟ پس با من فاطمه سلطانی در چنل میز فود همراه باشید. سلام دوستان و همراهان همیشگی، به میزفود خوش اومدین. امروز اومدم تا آموزش پیراشکی به درخواست یکی از اعضای خانواده بزرگ میزفود رو در چنل قرار بدم. دوستان فراموش نکنید شما هم میتونید اسم غذا، خوراکی یا تنقلاتی که میخواید آموزش بدم رو زیر همین ویدیو کامنت کنید تا ویدیو آموزشیش رو به زودی در چنل قرار بدم. شما رو دعوت میکنم تا آموزش این پیراشکی جذاب رو ببینید. خب دوستان، تاریخچه پیراشکی یا همون دونات برمیگرده به زمان رومیان و یونان باستان که کشورهای دیگه اون رو تکمیل کردند و این دونات امروزی اولین بار در کشور آمریکا به وجود اومد. خب بعد از اینکه جد پیراشکی رو درآوردیم، حالا بریم سراغ درست کردن. موادی که برای این پیراشکی احتیاج داریم شامل 2/3 لیوان شیر ولر، 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه فوری، 4 قاشق غذاخوری شکر، 2 عدد تخم مرغ، نصف قاشق چایخوری نمک، 50 گرم کره ذوب شده، 1/3 لیوان آب ولر، 4 پیمان آرد الک شده. خب دوستان، اولین مرحله اینه که شیر، خمیر مایه و 1 قاشق غذاخوری شکرمون رو با هم مخلوط کنیم. روش رو بپوشونیم و 10 دقیقه بهش زمان بدیم تا عمل بیاد. داخل ظرفی جدا تخم مرغ رو بشکنید. سه قاشق غذاخوری شکر باقی مونده رو هم بهش اضافه کنید. و نصف قاشق چایخوری هم نمک. خوب با هم مخلوط کنید تا تخم مرغ از حالت لختگی در بیاد. بعد که تخم مرغ از حالت لختگی در اومد، کره ذوب شده تون رو به همراه آب ولر و خمیر مایه عمل اومده با هم مخلوط کنید. و بعد اون رو به تخم مرغتون اضافه کنید و با هم مخلوطش کنید. کاملا خوب هم بزنید. و بعد 3 پیمانه از 4 پیمانه آرد سفید الک شده تون رو در این مرحله اضافه کنید.
و بعد یک پیمانه باقی مانده را در این مرحله به تدریج به مواد اضافه کنید و خوب ورز بدید. اینقدی ورز بدین که خمیر به دست نچسبه. شما میتونید این کار رو با ورز دهنده برقی انجام بدید. ظرف گودی رو چرب کنید. و بعد خمیرتون رو به این شکل یک چونه بزرگ در بیارید و داخلش قرار بدید. روش رو هم بپوشونید و یک ساعت بهش زمان بدید. خب دوستان، من یک ساعت بهش زمان دادم و حجم خمیرم دو برابر شده. خب دوستان، خمیر رو مقداری ورز بدید تا پف خمیر گرفته بشه. روی سطح کارتون مقداری آرد پاشی کنید. خمیر رو روی سطح کاری که آرد پاشی کردید پهن کنید و اون رو با وردنه به ضخامت 1 سانت باز کنید. و حالا با کاتر مخصوص دونات یا قالب گرد و ماسوره شکل بدید. من با انتخاب این ظرف برای دایره بزرگ و این ماسوره برای دایره کوچکتر دوناتم رو شکل میدم. این سمت مقداری کاغذ روغنی رو به صورت چارگوش برش بدید و روش رو آرد پاشی کنید و بعد دونات های برش خورده رو روش قرار بدید. خب دوستان، بعد از اینکه دونات هاتون رو با کاتر برش زدید و اونها رو روی کاغذ روغنی گذاشتید، روی اونها دوباره پارچه بکشید و 10 دقیقه دیگه بهش زمان بدید. خب دوستان، من فنسم رو برای روغنگیری آماده میکنم. روش دستمال کاغذی میچینم. دوستان، فنس زیاد تأثیری نداره. شما میتونید از سینی استفاده کنید. خب دوستان، من روغنم رو گذاشتم تا داغ داغ بشه. توجه کنید، روغنتون باید برای سرخ کردن این پیراشکی ها فوق‌العاده داغ باشه، ولی موقع پخت باید زیرش رو کم کنید تا پیراشکی هاتون توی روغن داغ و در مدت زمان بیشتری پخته بشن و اینجوری پیراشکیتون روش طلایی میشه و داخلش مغز پخت، یعنی به طور مداوم شعلتون رو زیاد نذارید یا کلن کم نکنید از اول. پس شعلتون رو اول زیاد کنید تا روغن داغ بشه، بعد موقع انداختن پیراشکی ها شعله رو کم کنید تا پیراشکی ها مغز پخت بشن. دوستان، یک سیخ چوبی کباب و یک قاشق حتما کنار دستتون داشته باشید. قاشق برای
برعکس کردن دونات ها و سیخ چوبی برای درآوردن دونات ها. بعد از اینکه روغنتون داغ شد و زیرش رو کم کردید، پیراشکی هاتون رو با همون کاغذ های روغنیش به این شکل داخل روغن بدید. باید به طور مداوم روش روغن بریزید از روغن داغ. اندازه روغنتون به حدی باشه که وقتی با قاشق میزنید به دونات شناور بشه. این به این خاطره که پف دوناتتون نخوابه. دوستان، من با اضافه های موادم از این توپیای خوشگل با مزه درست کردم. شما هم اگه بچه کوچیک دارید ترجیحاً این کار رو انجام بدید، چون مطمئنم عاشق این پیراشکی های توپی میشن. دوستان، پیراشکی های خوشمزه من آماده شد. بریم که تزیین این خوشمزه ها رو بهتون یاد بدم. خب دوستان، من اینجا شکلات ذوب شده شیرین دارم، شکلات تخته سفید. روشم از ترافل های رنگی استفاده می کنم. روشم از این تزیینات به شکل پودر پسته استفاده می کنم که آموزشش رو گذاشتم. این تزیینات با پودر پسته نیست، ولی طوری هست که پودر پسته به نظر بیاد. خب دوستان، من اونها را با ترافل، پودر بیسکویت پتیبور قرمز، البته دوستان پودر بیسکویت پتیبور که قرمزش کردم، پودر پسته تزیناتی که پودر پسته نیست فقط شبیهشه، آموزشش را اینجا براتون میذارم، میتونید برید ببینید، و ترافل اونها را تزیین کردم به این شکل. خب دوستان، این هم نتیجه کار ما. لایک، کامنت، شیر، سابسکرایب فراموش نشه. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.